با سلام و درود خدمت شما، وقتتون بخیر. یه هفته فوق‌العاده مهم با اخبار مهم و تاثیرگذار و البته تغییر احتمالی نرخ‌های بهره. هفته‌های گذشته CPI, PPI, ریتیل سلز، انتظارات تورمی اومده و این هفته وقتشه که ببینیم فد چی کار میکنه. تا انتهای این تحلیل با من همراه باش. حتما تحلیل بیت کوین دیروز رو دیدی، اگه نه زیر این پست کامنت گذاشتم برو تماشا بکن که تحلیل بیت کوین همچنان صحت داره و همچنان اون سناریویی که طرح شده، سناریویی که طرح شده تو تحلیلش میتونه اتفاق بیفته. اما بریم اول سراغ اخبار و رد فلگای این هفته رو بگیم. دوشنبه که خبر خاصی توی بازار نیست، رهاش میکنیم. سه شنبه 19 CPI دلار کانادا میاد. یه سری توی بازار آسیا، البته روز چهارشنبه میشه، یه سری از لونای یک ساله و پنج ساله چین میاد که قطعا میتونه تاثیرگذار باشه تو بازار. من هر دو ریت یه ساله و پنج سالهشو میبینم ثابت هست. اگه زیادتر بشه تو بازار آسیا میتونه چهارشنبه صبح یه اتفاقاتی رو رقم بزنه. چهارشنبه CPI سالیانه در حقیقت بریتانیا میاد که داره نشون میده که بزرگتر از دوره گذشته، سال گذشته این موقع شده، پس یه تورمی هم تو بریتانیا در راه. اما رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت در واقع نیویورک قراره که فد بیاد و یه بار دیگه ریت بانکی رو اعلام بکنه. البته این اعلام به نظر میرسه که بدون تغییر خواهد بود. اینو نه فقط من میگم، به خاطر اعداد CPI، به خاطر اینکه تورم بالا مونده، دست فد بازه. احتمال کاهش ریت، تقریبا بگیم کات کردن ریت، صفر. یعنی دست فد خیلی بازه که این ریت رو کات نکنه. مینیموم این رو تو همین عدد نگه داره برای ماهای آینده، نوامبر و شاید دسامبر، و البته شاید هم جا داشته باشه که 0.25% ببره بالا. اما اگه بیایم سایت در حقیقت CME که همیشه رفتار کارشناسا رو نشون میده، 98% معتقدن که نرخ بهره همون عدد قبلی ثابت میمونه. 2% فقط پیش بینی میکنن شاید 0.25% ببره بالاتر. خب پس احتمال زیاد به نظرم این عدد همین باقی خواهد موند. حالا باید ببینیم که علاوه بر این که این ریت آیا تغییر میکنه یا نه، فد توی صحبتاش چی اشاره میکنه. روز بسیار مهمی خواهد بود و هفته‌ها، شاید چند ماهیه که خیلی ها منتظرشن ببینن پیوت اتفاق میفته یا نه. اما به نظر من داده ها جوریه که اجازه نمیده. فد هم دوست داره که دست به ترکیب نزنه، فعلا در حقیقت بهره رو همینقدر نگه داره تا CPI و ماه آینده بسنج و ببینه. احتمالاً لابلای سخنرانیش میاد میگه ما از داده های ماه های آینده نگاه میکنیم که چه اتفاقی میفته. روز پنج شنبه 21 اما پیش، حالا توصیه‌ای که دارم، موقعی که 1 ساعت 2 ساعت مونده به اعلام بهره ترید نکنین. موقع اعلام بهره و موقع سخنرانی فد از روی انتظاراتتون ترید نکنین. اینو میگم کلن برای هر نوع افزایش ریت بانکی تو هر کجای دنیا که دیدی تریدش نکن همون موقع. فرداش در واقع میتونیم بازار رو تجزیه تحلیل بکنیم. روز چهارشنبه این اتفاق رو که ببینیم میریم برای روز پنجشنبه. روز پنجشنبه اما دلار نیوزیلند کلن قراره GDP فصلیشو بگه که به نظر میرسه رشد داشته نسبت به دوره گذشته، میتونه تاثیرگذار باشه. اما یه اعلام بهره دیگه بسیار مهم تو بازارهای مالی و اونم افزایش، البته این بار افزایش بهره بانکیه در واقع سوئیس، و ببینیم قراره که 0.25% این بهره رو ببرن بالا و بشه تنها بانکی که شاید الان داره بالا میبره. بهره بانکی رو بسیار مهمه، تو بازار لندن اتفاق میفته و بلافاصله بعد اون تقریبا اینو بگیم ساعت 3:30 در واقع صبح به وقت نیویورک، ساعت 7 صبح به وقت نیویورک قراره که در واقع افزایش یا در حقیقت ثابت موندن ریت بانکی بریتانیا رو داشته باشیم. حالا جالبه، آمریکا ثابت نگه می‌داره 5.5، اما
سوئیس قراره 25 صدم ببره بالا، بریتانیا هم قراره 25 صدم درصد بره بالا. اگه این سی پی آی بریتانیا روز چهارشنبه زیاد بشه، قطعا 25 صدم درصد رو خواهیم داشت و ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا شاید فد به خاطر این افزایش 25 صدم درصد این 25 صدم ببره بالا، اما همچنان افزایش ها هست. بسیار میتونه سشن خطرناکی باشه، سشن لندن بازار در واقع روز پنجشنبه 21 که دو تا بانک مرکزی بسیار مهم بازار رو ولتایل میکنه. اما پنجشنبه میرسه، آن ایمپلویمنت کلیم هفتگی رو تو آمریکا داریم، اگزیستینگ هوم سلز رو داریم و یه ریت دیگه روز جمعه قرار اعلام بشه، ریت بانکی در واقع بانک مرکزی ژاپن که بسیار تاثیرگذاره. اینجا تنتیتیو آخرای شب نیویورک اعلام میشه و میافته برای جمعه صبح تو بازارهای دیگه. جمعه 22 ببینیم چهارمی نرخ آمریکا، سوئیس، بریتانیا و ژاپن این هفته قراره اعلام بکنن، چهار تا بانک مرکزی که واقعا هم مهمه. ببینیم چه اتفاقی میافته. اما جمعه ریتیل سلز بریتانیا میتونه مهم باشه، یه دونه بانک مرکزی ژاپن در واقع پرس کانفرنس داره مهمه، پی ام آی های فرانسه، آلمان، تو اروپا کلا پی ام آی ها میاد، بریتانیا میاد، کور ریتیل سلز، ریتیل سلز دلار کانادا میاد و مانیفکتچر پی ام آی و در واقع سرویس پی ام آی ایالات متحده. یه هفته بسیار شلوغ، این هفته باید حواست خیلی جمع باشه. اگه دوست داری توی بازارهای مالی دووم بیاری، باید این هفتهایی که اخبار سنگین هست از زیر سایه اخبار بیای بیرون، ریلکس کار کنی، برنامه داشته باشی برای روزای انتهاییش. حتما بنویس برام تجربه در حقیقت ترید کردن یا ترید نکردن تو. اگه تجربه داری تو بازارهای مالی بنویس که بدونیم و با هم دیگه صحبت کنیم. در مورد بیت کوین دیروز یه دونه تحلیل گذاشتم دیلی و البته دیلیش که هنوز جدا نشده اونجایی که میخواستیم، فعلا در واقع اوردر رو برمیدارم. 4 ساعته بیت کوین هنوز به اونجایی که میخوایم نرسیده و 1 ساعته بیت کوین هم همینجور هنوز به اونجایی که میخواستیم نرسیده و حالا ببینیم کی میرسه. حتما اون تحلیل رو نگاه بکنین. اما بریم سراغ تحلیل بازارهای دیگه که هفته‌ای گذشته کامل در موردش صحبت کردیم. یک، بازار نزدک هفته گذشته خیلی زیبا برگشت و کارشو تازه شروع کرده رو ریزش سهام. ویکلیش بسیار مهمه، چارت دیلیش اهمیت فوق‌العاده زیادی داره، این شادو گرفتن این شادو و حرکتی که میخواد انجام بده. اما شاید یکی از بهترین چارتاش چارت در حقیقت H4ش باشه که الان اومده روی این ضخامت نشسته. نزدک اگه حالا رو ویکلی رو دیلیش بخوایم توضیح بدیم، جا داره که هنوز بیاد یه مقدار برگرده روز دوشنبه. تا اینجاها به نظر من یه مقدار ناحیه‌ای که دارم و یه خاکستری اضافه میکنم، اینجا پایین ترین جای روز پنجشنبه میشه. اگه دوشنبه بیاد حرکت کنه، شاید هم سه‌شنبه حرکت کنه بیاد اینجاها، شاید یه دفعه کندل شبیه شادو هم بشه و ادامه ریزش رو بریم تا مقاطع پایین تر. روی H4 میتونه در واقع تقریبا قیمت برگرده به این فضایی که بوده، علامت زدن برگرده اینجاها و دوباره ریزش رو داشته باشیم. خیلی سخته با در واقع اتفاقایی که هفته آینده میفته از الان بگیم بایریم سلریم بازار کدوم ور میره، اما حقیقتش اینه که بازار دیلی که هر هفته داریم نگاه میکنیم خیلی قشنگ هفته پیش چرخید اومد، در صورتی که همه فکر میکردن بازار داره میره بالا، چرخید از بالا جمع کرد کل هفته رو گرفت اومد پایین. این تأثیر و در واقع فرمیشن اصلی بازار نزدک. توی بازار علاوه بر نزدک چارت داو جونز همین اتفاق افتاد. تو سهام آمریکا داو جونزی که روزانه‌شو منتظر بودیم، من تمام ناحیه‌امو امروز پاک کردم که با ذهن باز بیام صحبت کنم و البته تحلیل کنم. تحلیل هفتگی هر هفته بسیار مهمه برام، چون یه دید بازی میده بهم که کدوم چارتا کجا قرار دارن با توجه به اخبار احتمال چه اتفاقایی هست. دوباره داو جونز هم
همین هفتهش نگاه کنید، هفته گذشته اینجوری کندلش بسته شده، هفته آینده میتونه کاملا بشوره بیاره پایین. اپل، تسلا و سایر در واقع چارتایی که با هم صحبت کردیم هفته گذشته همچنان میتونه در حقیقت ولتایل باشه روی خبرها و همچنان میتونه حرکت‌های مختلفی داشته باشه. نمودار 4 ساعته هم رو بعضی از چارت ها خیلی قشنگه، بهتون توصیه میکنم این هفته حتما فرصت بزنین چارت ها رو دنبال کنین. چارت S&P هم مشابه رفتار نزدک رو کرده، باید ببینیم این هفته چی کار میکنه، احتمال یه برگشت و بعد سقوطش هست مگه اینکه اتفاق دیگه بیفته. در کنار در واقع چارتایی که داریم، چارت DXY بسیار چارت مهمیه که این هفته کاملا مرتب دنبالش کردیم، قیمت داره نفوذ میکنه و داره آماده میشه به نظرم برای در واقع اعلام بهره بانکی و ببینیم که فد چی کار میکنه. یه دونه ترنینگ پوینت این بالا دارم، اگه قیمت مستقیم موقع خبر، عدد خیلی عدد مهمیه، برسه به اینجاها به نظر من پتانسیل نداره از اون بالا یه سقوطی رو تجربه کنه. فعلا توی هفتگی اگه اینجا رو لو در نظر بگیریم، بازار دنبال یه دونه های زدن هست، باید ببینیم این های کجا اتفاق میفته که روند درست بشه. توی دیلیش چیزی رو نمیبینیم، بازار بیش از حد رفته بالا و به نظرم یه اتفاقی بخواد بیفته شاید تو دیلیش اگه بخوایم بگیم یه ترنینگ پوینت مثلا اینجاها داره، اینم خیلی خوشبینانه است چون قیمت چسبیده بهش، یه مقداری زیادی خوشبینانه است. بنابراین همون ویکلیش رو دنبال میکنم. USDN هیچی نداره این هفته، میبندمش. USD CHF توی حرکت صعودیشه، برای خودش داره میره، فعلا کاریش نداریم مگه اینکه حالا تایم فریم های پایین مثل H1 که این هفته خیلی خوب کار کرد بالاخره هم شکست و روند صعودی رو داره ادامه میده، مگه اینکه اینجاها با شروع هفته ما یه واکنشی رو ببینیم. بازار طلا اما طلا فوق العاده جذاب داره عمل میکنه، چارت ماهیانش آماده است، خیلی هم معتقدن طلا میتونه در واقع بیاد پایین بره بالا، اما حقیقتا انقدر این زخامتی که ما گذاشتیم، این گپ طلا اهمیت داره که میتونه بدون پایین اومدن عملا هفته گذشته جمع شدن رو داده باشه و برگرده طلا بره به آل تایم های خودش اگه اتفاق خاصی توی بازارها بیفته، مثل اعلام نرخ آمریکا، اروپا، بریتانیا، سوئیس، ژاپن، میتونه همش تاثیرگذار باشه. اما جا داره به نظر من طلا حرکت بکنه، سورپرایز کنه همه رو، بره دوباره تو این محدوده، به نظرم محدوده طلاییمون، از اینجا حالا یه حرکت نزولی رو بده. چارت ویکلیشه، خب طول میکشه به تب. چارت دیلیش اگه بیایم بذاریم، با دیلیش آشناترین، هفته گذشته راجعش صحبت کردیم، یه دونه حرکت صعودی شدید و هفته گذشته داشته، به نظرم جا داره اگه بخوایم همون سناریو ریزشی رو داشته باشیم، جا داره دوباره برگرده 1937 رو تست کنه و بعد اگه بخواد بریزه بیاد این استاپا رو بگیره و وارد این زخامت بشه. اگرم بخواد بالا بره، ما اینجا توقع داریم که بیاد بالاتر، این های رو بشکونه و تثبیت بشه وضعیتش برای بالا رفتن. ببینیم چه اتفاقی رو طلا میفته. طلا میتونه خیلی کامپلکس باشه این هفته، دو هفته گذشته فوق العاده زیبا و جذاب عمل کرده و این هفته میتونه کاملا یه رفتار دیگه ای از خودش داشته باشه. AUD USD فعلا چیزی ندارم توی دیلیش تا زمانی که دیلیش بیاد و این حرکت رو کامل کنه، یعنی به نظر من این زخامت، این هایه باید شکسته بشه تا AUD USD بتونیم راجبش بیشتر صحبت کنیم. تا وقتی که این زخامت شکسته نشده باشه از بالا، به نظرم همچنان حرکت نزولی خواهد بود و بازار رو نزولی میبینیم. این از AUD USD. پاوند USD که خب روش خبر خواهیم داشت، خبر بسیار مهمی هم خواهیم داشت و بهره بریتانیا و CPI رو ببینیم چه اتفاقی روش میفته، میذارم کنار. NZD USD هم که فعلا حرکتش نزولیه تو تایم فریم های مختلف، اینم مثل
AUD UST میتونه باکس باشه، میتونه در حقیقت یه حرکت باشه، اما خب اینجا لو پایین تر رو زده، پس بنابراین حرکت نزولی ادامه داره مگه اینکه خلافش ثابت شه، اولین های لو رو بشکونه. UST به CAD چارت ویکلیش به نظر من چارت قشنگه، میتونه دوباره بشینه بیاد پایین و بعدش حرکت بکنه به سمت بالا. کلن اینجا هایای پایین تر داریم، لو هم که شکسته شده پایین، پس حرکت میتونه به سمت پایین باشه. این چارتایی بود که امروز در حقیقت یه یورو یو اس تی هم اگه نگاه بکنم که کامل باشه، یورو یو اس تی هم ماهیانش جالب داره جمع میکنه. به نظرم خود ویکلیش هم جذاب شده بعد این حرکت ها و ریزش ها، دیلیش چقدر زیبا اومده پایین بعد این ریزش ها، به نظر من قیمت جا داره که برگرده اگه حتی بخواد بریزه از رو ترنینگ پوینت بالا شروع بکنه ریختن. ببینیم چی کار میکنه، کاملا بازار منتظره. رو هر چارتی نگاه میکنیم بازار به نظرم منتظر هست که اخبار هفته آینده در واقع اعلام بشه. خیلی از سرمایه گذارات پنجشنبه و جمعه در واقع سرمایهشون مخصوصا جمعه از بازار کشیدن بیرون، دو سه روز اول هفته دوشنبه سه شنبه چهارشنبه رو کار نمی کنن، مخصوصا سرمایه گذاری بین المللی که تو بازارهای بین المللی مثل اروپا، آسیا و آمریکا کار میکنن. خب سه تا نرخ بهره بانکی تو آسیا، تو اروپا، تو آمریکا، اگه بگیم سه قاره، چهار کشور مختلف داره تغییر میکنه، پس بنابراین سرمایه‌گذاران احتمالاً فعلا دست به نقل و انتقال نمیزنن، پولا رو نگه میدارن، شاید رو استی مثل طلا نگه داشته باشن تا اینکه اخبار بیاد. احتمال اینم هست که قبل از اعلام اخبار روز دوشنبه و سه شنبه شاید بازار طلا سعودی باشه، پولا بیاد تزریق بشه به بازار طلا، از بقیه بازار کشیده بشه، شاید تو بازار سهام که بازار ولتایلی از پولا کشیده بشه بیرون، بیاد تو بازار طلا و در حقیقت باعث بشه که طلا رشد کنه قبل از اینکه اخبار اعلام بشه. یه هفته سراسر آرامش تکنیک، موقعیت‌های زیبا رو برات آرزو می‌کنم و امیدوارم که دوشنبه رأس ساعت 9 شب با بحث‌های تکمیلی تکنیکال از طریق کانال یوتیوب مهمان شما باشم و امیدوارم که حضور داشته باشین و با هم یه وبینار هفتگی جذاب رو داشته باشیم. هر جسی سالم تندرست مهربون باشی، تا درود دیگر، بدرود.